و خسته نباشید حضور بینندگان عزیز و محترم، امروز در خدمتتون هستم با آموزش حلوای زعفرونی. خیلی تقاضا داشتیم، بینندگان خیلی تقاضا کردن که من این حلوا رو آموزش بدم. من الان این حلوایی که میخواییم درست کنیم نظریه، تو مقیاس زیاده، ولی برای یک کیلوشو که شما میخواید در منزل تهیه کنید و میتونید کم و زیاد کنید، من در مقیاس یک کیلو بهتون توضیح میدم. برای یک کیلو حلوای زعفرونی ما نیاز داریم، یک کیلو آرد نیاز داریم، یک کیلو 250 گرم میتونید یک کیلو نیم هم استفاده کنید، شکر نیاز داریم، بعد برای یک کیلو آرد نیم کیلو روغن جامد نیاز داریم، زعفرون و گلاب هم به مقدار لازم. شکرم که گفتم برای یک کیلو آرد یک کیلو 250 الی یک کیلو نیم به شکر احتیاج داریم. ما ابتدا من مواد اولیه رو توضیح میدم. یک کیلو آرد گندم، اگه این آرد گندمتون از اون سنگکی تهیه کنید به علت اینکه سبوس داره خیلی کیفیت حلواتون بهتر میشه. روغن نباتی یا همون روغن جامد نیم کیلو، شکر یک کیلو الی یک و نیم کیلو، یک کیلو 250 گرم الی یک کیلو نیم نیاز دارید. ابتدا شکر رو با 4 لیوان آب میذارید قوام بیاد، وقتی که قوام اومد گلاب و زعفرون رو، گلاب و فقط زعفرون رو نه، گلاب رو بهش اضافه میکنید، میذارید کنار. من حالا این کار رو عملی بهتون نشون میدم. در اینجا من شربتمون رو، یعنی شکر رو گذاشت ریختم، 3 لیوان یا 4 لیوان آب ریختم روش و گذاشتم شربتمون قوام اومده. شربت به این شکل باید بشه. وقتی بین دو تا دستمون شربت رو میزنیم یه حالت چسبندگی ایجاد کنه، یعنی اینجا شربت ما قوام اومده. الان این شربت ماست، آماده کردم، کنار گذاشتم، میریم برای سرخ کردن آردمون. من امروز اومدم تو فضای باز دارم این حلوا رو براتون آماده میکنم. من روغن جامد رو ریختم توی ماهیتابه، آرد رو بهش اضافه کردم. تو این مرحله هم زدن یه مقدار سخته، اصلا نگران نباشید، همین که یه ذره آرد سرخ بشه خودش رو ول میکنه و خمیر روونتر هم میخوره. تو این مرحله باید تون تون آرد رو هم بزنیم تا گرش باز بشه و آردمون ته نگیره. من چون حلوامون آردمون زیاده، آرد و روغن رو تو دو مرحله اضافه کردم. اگه آردتون کم بود شما تو همون مرحله اول این کارو کنید. این کارو کردم که آردمون گره نخوره و قبل از اینکه آردو به روغن اضافه کنید و سرخ کنید یکی دو بار آردو علق کنید تا کیفیت بهتری حلواتون داشته باشه. تو این مرحله آرد ما خودشو ول کرده و فراموش کردم بهتون بگم سعی کنید همیشه حلوا رو با قاشق چوبی هم بزنید. اگه تو ظرفای مسی هم حلوا رو بپزید خیلی بهتر میشه. ببینید حلوامون خودشو ول کرده، روغن کاملا به خوردش رفته و راحت میشه آرد رو هم زد. باید تون تون هم بزنید تا آردمون قشنگ سرخ بشه. حالا مرحله سرخ شدن آردم بهتون نشون میدم. من این مرحله رو هی بهتون نشون میدم به خاطر اینکه متوجه شید که چطوری آرد در حال سرخ شدنه و من مرتب هم میزنم تا آردمون یه جاش نسوزه یه جاش خام بمونه
مرتب مخصوصا گوشه های ماهیتابه رو حلوا رو میگیرید، سعی کنید حلوا وسط ماهیتابه سرخ شه به گوشه ها نخوره. همونطور که مشاهده میکنید توی این مرحله آردمون جدا شده، خودش رو ول کرده و داره قلقل میکنه. من دوربین از نزدیک میگیرم تا شما قلقلش رو نگاه کنید. توی این مرحله باید مرتب هم بزنید، اگه یه ذره مکس کنید حلواتون سوخته. رنگ حلوامون هم یه مقدار تغییر کرده ولی هنوز خیلی مونده که تا حلوامون سرخ بشه. من مرحله سرخ شدنش هم بهتون نشون میدم. توی این مرحله اگه دقت کنید رنگ حلوا داره تغییر میکنه، رنگ آردمون داره تیره تر میشه. توی این مرحله اگه دقت کرده باشید حلوامون رنگ تقریبا قهوه‌ای روشن به خودش گرفته. یه دو سه دقیقه دیگه که هم بزنیم اون رنگ دلخواه رو به دست بیاریم، شیره حلوا رو بهش اضافه میکنیم. بازم باید مرتب حلوا هم بخوره. توی این مرحله اگه دقت کرده باشید حلوای ما رنگ دلخواه به دست آورده. من زیر گاز رو خاموش کردم و توی این مرحله شربت قوام اومده رو به حلوامون اضافه میکنیم. یواش یواش بریزید. حالا بگیر اینجا خیلی مراقب باشید، اگر ببینید حلوا کنتو مرتب هم میزنیم گره نخوره. شربت رو تو دو سه مرحله به حلوامون اضافه میکنیم. خیلی اینجا مراقب دستاتون باشید. آبی نهایت داغه، شربتمون هم داغه. اینجا توی این مرحله مرتب هم میزنیم تا آردمون گره نخوره. توی این مرحله نصف زعفرونمون هم اضافه میکنیم. همین کافیه. گلابمون هم توی این مرحله اضافه میکنیم. واقعا رنگ قشنگی پیدا کرده. خیلی باید مراقب باشید که دستتون نسوزه. مرتب هم بزنید تا حلوا اون قوام خودش رو پیدا کنه. گلاب هم اضافه کنی. چه عطر و بویی، چه رنگی. واقعا حلوا همونطور که میبینید بی نهایت خوش رنگ شده. بقیه گلاب رو اضافه میکنیم. چه رنگ و بویی. من این حلوا رو مرتب هم میزنیم تا انسجام حلوا زیاد بشه. این هم زدن غلظت حلوا رو دو برابر میکنه. همونطور که مشاهده میکنید جای قاشق روی حلوا میفته. این کار رو ادامه میدیم تا زمانی که حلوا به ماهیتابه دیگه نچسبه. من تزیین شده حلوا رو بهتون نشون میدم. حلوامون داره غلظت خودش رو به دست میاره. واقعا رنگش قشنگ شده و چه حلوایی. امیدوارم تو خونه هاتون تهیه کنید و خوردنش لذت ببرید. یه حلوای عالی و کشداره. اگر دقت کنی هرچی این حلوا هم بخوره از مایتابه جدا شه سفت‌تر میشه. واقعا زیباست. من اینو تقدیم میکنم به همه عزیزان بیننده. توی این مرحله حلوا کاملا سفت شده. دو دقیقه دیگه میبریم برای تزیین. واقعا زیباست. در این مرحله حلوای ما آماده شده. من اونا رو تو ظرفای خودش ریختم.
و میخوام شما میتونید به هر روشی که خودتون دوست دارید تزیین کنید، ولی من امروز در خدمتتون هستم با تزیین ماسوره. ماسوره که برای حلوا استفاده میکنید باید دهنش به این بزرگی باشه. توی کیسه‌های مخصوص اینو خودم دوختم، با این پارچه های بارونی توی اون قرار میدیم. نوکش هم ماسوره از کیسمون میزنه بیرون، بر میگردونیم و اونو توی یه لیوان قرار میدیم به این شکل تا حلوامون بیرون نریزه. من این حلوا رو نگه داشتم برای تزیینش. اونو توی کیسه میریزم واقعا حلوای خوش رنگ و خوش طعمی شده. من ریختم توی کیسه، از گوشه بشقاب، البته هر تزیینی که خودتون دوست دارید، من این تزیین رو برای این در نظر گرفتم. دوباره کیسه رو پر میکنم. حالا بعضی جاها رو شکوفه میزنم به این شکل. حالا روی شکوفه ها رو با خلال پسته و بادوم تزیین میکنم. مطمئنم شما خیلی بهتر از من تزیین میکنید. امیدوارم این حلوا رو تو منازلتون تهیه کنید، در کنار یک چای گرم و از خوردنش لذت ببرید. حلوای ما آماده شد. من اینو تقدیم میکنم به همه عزیزان بیننده. امیدوارم از این برنامه‌مونم لذت برده باشید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.